جمشین، زود باشین. خوشم باشه. نمیبینین من اومدم؟ ببخشید آقا عاکف، مشغول کار بودیم. باشه، کارو ول کنین، جمع بشین. همه بیان. بجنبین. خیلی خوب. روزی که ولی فوت کرد، همتون اینجا بود. کسی میخواد در مورد اون روز چیزی به من بگه یا نه؟ خب، گوشم با شما. دوباره تکرار میکنم، اگه کسی از بین شما میخواد در مورد اون به من چیزی بگه، مثل یه مرد بیا جلو و به هم بگه، وگرنه حسابتونو میرسم. ببخشید آقا، که شما ما رو تهدید میکنی؟ بعدشم چیو میخوایم ازتون قایم کنیم؟ یکم واضح تر بگیم. من حرفمو کلی زدم پسر جون. بعدشم خیر انشالله. تو چرا به دل گرفتی؟ به دل نگرفتم، اما به خدا نفهمیدم چی میگین آقا. که به خاطر این گفتم. کسی که باید میفهمید فهمی. خب منتظرم. ببینین، دارین با دوم شیر بازی میکنین. اگه کسی چیزی بدونه و نگه، پشیمونش میکنم. خیلی خوب، هر طور راحتی. من میرم دفتر، اگه کسی خواست حرفی بزنه تشریف بیاره. نگاه کن چه قیافه‌ای میگیره، این رسما دیوونه شده. بعدش چی رو میخوان ازش پنهون کنی؟ دیدی چقدر عصبی شده؟ گفت پشیمونتون میکنم. آخرش گندی بالا میاد، نباید حرفتو گوش میکردم. صبر کن بابا، آروم باش. دیدی چطوری دست پاچه شده بود؟ ها؟ پرنده وارد قفس شد. نه ترس، خیالت راحت. شما سوزان خانمو تو وضعیت نامناسبی دیده. بی خیال بابا، این چه حرفیه آخه؟ شنیدی چی گفت سیفی؟ این سوزان خانمی که داره میگه زنه با کنان نیست؟ چرا؟ سب کن بذار فیلم بگیرم داداش. صدتو بیار پایین، مراقب باش نبینه. باش، تو این موضوع هم زیادی فضولی نکن. چی که میگه صدتو بیشرف؟ میکشمت بیشرف. ولی کلم کن، ولی میرم پیش پلیس، فیلمو نشون میدم، این بیشرف رو دستگیر کنم. مرده تو دیوونه شدی؟ ها؟ طرف یه عالمه پول داره، میگه حادثه بود، میگه ولی به من حمله کرد. بعدش چی میشه؟ چند تا وکیل میگیره میاد بیرون. بعدش هم مادرمونو به عزامون میشونه. من زن و بچه دارم پسر. پس میگی چیکار کنیم؟ تو میگی سکوت کنیم؟ ازش پول میگیری. اگه کسی چیزی بدونه و نگه، پشیمونش میکنم. پسر به چی فکر میکنی؟ طرف عین چی ترسیده؟ اون بیشرف دو دستی پولی که میخوایم بهمون میده. حالا ببین. یعنی نمیفهمه؟ نه نمیفهمه. صد بار راجبش حرف زدیم. تو به این فکر کن که چقدر از این بیشرف پول بگیریم. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.